با برنامه اوج خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمان برنامه آقای احمد ولی مسعود، سفیر پیشین افغانستان در انگلستان و رئیس بنیاد شهید احمد شاه مسعود. بسیار خوش آمد آقای مسعود. در اوج تنش‌ها میان کابل و بلخ شما و بلخ سفر کردین و حرفای تند و تیز هم به آدرس حکومت داشتین. فکر میکنید که این تنش تا چه زمان ادامه پیدا خواهد کرد؟ بسیار تشکر از شما. سلام به همه دوستایی که میبینن. ببینین مسئله فقط بلخ نیست. ما بارها گفتیم، حتی با بلخ هم که سفر کردیم گفتیم که صدای بلخ فقط صدای بلخ نیست. یعنی طوری نیست که در واقع بلخ استاد شده در مقابل یک حکومت قانونی مشروع با قاعده بسیار براه بوده نیست. این صدای کل مردم افغانستان است. البته بلخ در این قسمت پیشتاز شده تا بتانه که صدای اعتراض مردم بالا کنه. این صدای قندهار است، صدای مشرقی است، صدای هرات است، صدای کابل است، صدای جنبش‌های مردمی است، صدای نیروهای سیاسی است، صدای تمام مردم افغانستان است. شما ببینید گزارشاتی که اخیراً به دست شما رسیده باشه، مطمئناً 80% مردم افغانستان ناراض از این حکومت هستند. پس صدای هم هستند. و موضوع طوری نیست که مسئله بلخ حل شه و مسئله افغانستان به او ترتیب حل میشه. مسئله بلخ جزئی از مسئله کل افغانستان است. اما برعکس دیدگاه شما، منتقدین دیدگاه شما به این باور هستند که مسئله بلخ است و مسئله یک اسم است اینجا. نه، او طور نیست. من فکر میکنم که حتی کسایی که این برداشت میتن برداشت نادرست هستند. این که خود والیس بلخ استاد شده و همیش حامت کردن که باید استاد شدن عرب اینی به اعتراض برداشتن، این قابل تحسین ستوده نیستن. اما مسئله کل افغانستان است. شما ببینید که سرایی که بیرون میشه، مگر شما شاید نبوده زمانی که جنبش روشنایی یا رستاخیز یا جنبش هایی حتی در خور کابل اینا سرای خود بلند کردن، به شدت از طرف حکومت سرکوب شدن. اما در بلخ نمیتونن سرکوب کنن، با اون نسبت طور وانمود میکنن که این مسئله یک طرف است. این مسئله تمام افغانستان است. آقای مسعود، اگر تنش میان بلخ و کابل ادامه پیدا بکنه، شما شاید عمق فاجعه در کابل و بحران های کلان امنیتی هستین، فکر نمیکنید که آسیب پذیری ها با گذشت روز بیشتر میشه؟ ببینید، شک نیست که در این قسمت مسئولیت اول خود حکومت افغانستان داره. وقتی که موضوع بلخ بلند شد، در واقع هم مردم افغانستان هم جامعه جهانی به عمق بحران در افغانستان متوجه شدن که والا چه خبر است در افغانستان. قبل از بلخ دنیا فکر میکرد که اینمی حکومت، کسایی که در اینجا هستند، در واقع تمام پروسه را به شکل آرام به پیش میبرند. زمانی که مسئله بلخ بلند شد، در واقع دنیا متوجه بحران درون افغانستان شد و به این نسبت است که شما میبینید اعلامیه طرف ایالات متحده آمریکا در قسمت مقابله با طالبها و می خاطر است که هر کس طرفدار یک یعنی حل و فصل و مسالمت آمیز خود قضیه می باشند در اینجا. و به اون نسبت است که مثلا عمق داره در درون دم و دستگاه خود حکومت افغانستان. مسئله بلخ فقط او را در واقع ثابت کرد، نمایان کرد، نشان داد به مردم افغانستان که یک بحران هست. تمام مشکلات امروزی افغانستان در درون دم و دستگاه حکومت موجود هست که بعض وقتا این را آشکارا میشه، اما اکثر این پنهان میمانه و عمق بحران در درون دولت هست. اما فکر نمیکنید که متحدین خارجی افغانستان، متحدین بین المللی حکومت افغانستان بیشتر با توجه به اعلامیه هایی که داده به ایالات متحده آمریکا و سفیر ایالات متحده آمریکا و معاون دونالد ترامپ، فکر نمیکنید که این مسئله را به هر صورتی که باشه حل میکنه؟ باید حل شوه. یعنی ما هم طرف نه از رای فشار بر آقای نور. ببینید این مسئله افغانستان نه با رقیم برای با فرمان حل میشه، نه با فشار، نه با تبلیغات، نه با اینکه والا ما این حامی بیرونی دارم حتما دیگه په بسر کو. شما اظهارات آقای خلیزاده شنیدین، گفتن که جامعه جهانی آمریکا از وضعیت حوصله زیاد برای دوام وضعیت نخواد داشت، تنش میان کابل و بلخ. ببینن مسئله طور است که دایی خور افغانستان است، دایی مردم ماست، درد و رنج مردم افغانستان میکشن. آقای خلیلزاد متوجه است که جامعه جهانی چطور میتونه در چارچوب برنامه خود گپی داشته باشه. ما مردم افغانستان در این سرزمین زندگی میکنیم، درد و رنج ما احساس میکنیم. هر روز شما شاهد از دست دادن فرزندان خود هستیم در اینجا. فقط چند روز پیشتر بیش از 200 نفر در این شهید شد. آقای خلیلزاد غم ازیره داره که جامعه جهانی قبول میکنه یا نمیکنه. پس مردم افغانستان داییش کجا شد؟ اینا چطور میشن؟ سرنوشت از اینا چطور میشه؟ یک بار به اینا فکر کنن.
ما طرفدار حل مسالمت آمیز تمام مسائل افغانستان هستیم، طرفدار تحول بدون خشونت در کشور هستیم، طرفدار هستیم که حکومت به خود بیاید از سیاست قومی، از سیاست انحصارگرایی، از انحصار، از تهجر، از تعصب، از تبعیض در بین مردم افغانستان، از قومبازی، از یا خود را بکشه. آقای اشرف غنی احمدزاده مسئول اول این سیاست ها هستن، اینا خود را باید بکشن، من هستی یک نماد ملی در اینجا خود را باید نمایندگی کنن، نه طوری که اینا فکر میکنن که با این کارا میتونن که مردم افغانستان آرام بکنن و یک نوع سیاست عبدالرحمن خانی در این کشور تحمیل بکنن. این درست نیست. شما میگین که حکومت آقای غنی سیاست عبدالرحمن خانی رو پیش میبره 100%؟ اما نمیتونه. اما شما در بافت حکومت میبینین که آقای عبدالله به نمایندگی از یک قشر کلان حضور داره در اونجا و رئیس اجرایی است، هنوز هم متحد حکومت است و منتقد آقای نور. ده شک نیست که اونا هم همراهشان هستن در مطمئن حکومت، یک حکومت هستن. این که مشکلات در بین خود دارن، مطمئن مشکلات ممکن در سر مسائل مشکلات بین خود داشته باشن، اما در چارچوب حکومت یک دولت است، یک حکومت و مسئولیتشان هم یکسان است در اونجا. ده شک نیست. آقای مسعود، زمانی که مثلا شما هم از حامیان سرسخت آقای نور هستین و آقای نور هم از منتقدین عمده حکومت وحدت ملی، پس اینجا یک پرسش مطرح میشه. اگر بحث حق یک طرف باشه که آقای عبدالله اونجا حضور داره و نقش هم داره در حکومت، سهم هم داره در حکومت، اما بیشتر منتقدین به این باور هستن که آقای نور خواستهای شخصی را وارد یک خواست جمعی کرده و از این آدرس پیش میره. ببینن مسئله شخصی نیست. حتی اگر کسی ادعا کنه که حتما باید من در چوکی حکومتی باقی بارم، به نظر من یه ادعا درست نیستن. هر کس که باشه در چوکی ولایت، در چوکی وزارت، در چوکی سفارت در. اما مشکل کلان شما میدونید، ما هم میدونیم. مسئله طوری نیست که ما در اونجا بویم که یعنی فلانی اگر به این رقم بحقش برسه خوبه. ما به اونجا بودم، تقریبا 500 نفر از سمنگان از ولسوالی روی دواب سمنگان آمده بودن دوجه. یک لیست سفید بنوبندی مردم استاد شد و آقای نور به والی صاحب گفت که جناب والی صاحب، جناب آقای نور، ما به خاطر شما در این جناب آمدیم، به خاطر چوکی بلخ آمده باشیم، ما به خاطر سرنوشت خود آمدیم، ما به خاطر آینده خود آمدیم، ما میترسیم در اینجا حکومت وجود نداره تا بتونه از ما دفاع کنه، ما به خاطر از این آمدیم تا بتونیم که از خود دفاع کنیم، سرنوشت خود را ببینیم. در واقع او اهداف و آرزوهای مردم است در اونجا که میگه مسئله چوکی بلخ نیست یا مسئله که چند تا حق بگه چند تا. اصلا همین خود تقسیم بندی 50-50% یک تقسیماتی میکنه که از ابتدا غلط بود، اشتباه بوده. مسئله است که واقعا مردم خود در دولت میبینن، در آینه دولت میبینن آرزوهاش مطالباتشان هست یا نیست. موضوع به این ترتیب نیست. آره، اگر شما بگیرین که در واقع یک توافقنامه بین دو طرف امضا شده، حالا شما یک طرف قضیه در این توافقنامه کسایی که در واقع میلیون ها رای آوردن هستن، در این شریک هستن. در واقع این توافقنامه مال یک نفر نیست که او خواست عملی شود، اگر خواست عملی نشه، مال کل مردم افغانستان است. پس تمام بازیگرایی که در این توافقنامه یعنی بیشتر در اینجا کار کردن و میلیون ها نفر اینا انگیزه دارن که بیان، اینا همشون حق دارن در قسمت تطبیق توافقنامه. من یک سوال بسیار عادی دارم از آقای اشرف غنی احمدزاده، از خود حکومت، از رهبری دولت، چرا با چی علت چرا اینا توافقنامه را تطبیق نکردن، چرا عملی نساختن تا میتونن اساس مشروعیت خود ایجاد کنن، صلاحیت و مسئولیت ها را تعریف کنن؟ خب زمانی که شما میگین که چرا توافقنامه تطبیق نشده، من میخوام بپرسم مزید شما چرا خواهید آقای عبدالله به عنوان یک طرف توافقنامه رضایت داره؟ دقیق من میدونم که چرا خوب رضایت کداشت، این رضایت خودشان است، اما رضایت مردم ببینین میلیون ها انسان در واقع در رای دادن. آله رای میلیون ها انسان به گروگان گرفته شد توسط چند نفر، مگر این درست است؟ این که درست نیست. این رای میلیون ها انسان در واقع سرنوشت خودشان بوده، این باید آزاد شود تا بتونه که هم این آدم ها، این انسان ها که حق دارن به حق خود برسن، هم دولت یک اساس مشروعیت مشروع قانونی پیدا کنه، هم نگه صلاحیت ها و مسئولیت ها مشخص شود کی فرمان باید بده، کی باید ولی باشه، کی باید نباشه. شما نمیتونید که در واقع خودتان در مرکز بحث حکومت یا رهبری دولت، شما تا حال مشکل خود را با قانون، تکلیف خود را با قانون روشن نساختین، اما میخواین که مشکل دیگران را با قانون روشن بسازین، از خودتان روشن بسازین. شما آیا قانونیت دارین، مشروعیت دارین؟ شما آیا واقعا مورد رضایت و مقبولیت مردم افغانستان هستین؟ نیستین. وقتی که نیستین، مشکل خود ابتدا معلوم بسازین، بعد از شما میتونید کارا رو باید بکنید. آقای مسعود، ظاهرا معلوم میشه که حکومت افغانستان تصمیم مبنی بر برکناری آقای نور از ولایت بلخ در هماهنگی با جامعه جهانی گرفته. شما نگران از این نیستین که جامعه جهانی با اعمال فشار بر آقای نور
آقای نور از سوالاتش کنار بزنن. ببینن در افغانستان هر چیز هم قسمشون هر چیز امکان داره. متاسفانه کشور شده بیدر و بیدیوار، هیچ کسی نیست، سرپوش نیست، نه دولتی به نام دولت وجود داره، نه کلان به نام کلان در رأس دولت وجود داره، نه کسی قابل اعتماد باشه. فقط هی مشکلی که داخل پیدا بشه باز میرن کسی را از طرف اقیانوس ها میارن که بیارم من مشکل دارم. تو چی وقت دیگه چرا با مردم مشکل حل نمیکنید؟ چرا شما در محور قانون، در روشنی قانون، در محور رضایت مردم، مقبولیت مردم مشکلتان حل نمیکنید؟ تا چی وقت شما دستنگر دنیا هستین؟ تا چی وقت شما باید دنیا شما را حفظ کنه، بیارتان پشور پروشتی تایتان کنه، تقلب هم برتان بکنه و در رأس حکومت بشنتن، بعد شما بیان به سرکوبگری پردازین؟ این درست نیسته. به این رقم افغانستان به جایی نمیرسه. سرکوبگری یک بس است، اما بس نگرانی حکومت از هشدارهای آقای نور است که آقای نور بارها هشدار داد که ما این را میکنیم با حکومت، آن را میکنیم با حکومت، بعد مردم را میکشیم و ده ها هشدار دیگه که مطرح کردن. من یک چیز دارم، امی وقت کودا یک عمل غیر قانونی در مقابل حکومت به این عنوان کردن چی وقت بوده؟ فقط مسئله بسیار روشن. ببینید بحث از اون است، بحث تروریسم است در کشور، بحث طالبان در کشور، بحث اقتصادی است، بحث معیشتی مردم است، بحث امنیت مردم است، بحث اعتماد مردم است، بحث مشروعیت مشارکت، این بحث‌های کلان است در اینجا. مرکل بحث‌ها جمع شده که این حکومت تبلیغ بکنه که والا در وقت ما رو نمیمونه، یک بهانه بعد دنیا بتن که ما رو به این خاطر نمیمونه، به اون خاطر ما نمیتونیم. ببینید یکی از دلایل دیگه که در پهلوی از اینکه یک نفر رئیس جمهور حتی در چارچوب قانون هر کسی رو میخواد که والی مقرر کنه به اساس فرمان خود در چارچوب قانون، نه در چارچوب توافقنامه، حتی در اون زمان در پهلوی از یک نوع خود مقبولیت یا محبوبیت از اون نفر در خود ولایت هم مطرح است، مقبولیتش هم مطرح است. یعنی به اون خاطر همه پرسی میگه پا میایه تا بتونه این کنه که امی باشه ولی یا نباشه. فعلا آقای نور در اونموجه محبوب مردم هست، ولی مقتدر بوده، در مقابل تروریسم ساخته شده. پس چرا این حکومت اصرار داره تمام همه غم افغانستان آورده گفته بلخ مسئله باید حل شما گفتید که آقای نور محبوب است، اما نگران از این هم هستین که آقای نور در نتیجه فشار آمریکا از بلخ کنار زده شود؟ نه بازم این خود مسئله آینده است که نه این نگرانی مطرح است یا نپیش نست شما؟ ببین من چیز هستم، من نگران کل کشور هستم، من نگران عزیزم که من میگم که ایالات متحده آمریکا باید در روشنی بفهمه که این مسئله از چه قرار، بفهمه که مشکل اصلی در افغانستان در درون دستگاه دولت مرکزی در اینجاست و تمام مشکلات در محور رهبری در داخل ارگ نهادی نشده و در اینجا میخوان که در واقع فرافگنی بکنن، گپا رو در جای دیگه بندازن. در غیر صورت اگر مشکل کلان شما یعنی اولویت کلان ملی افغانستان مسئله امنیت است، پس شما چرا میخواهید که فیگور بسیار کلان که در مقابل تروریسم است و به خاطر امنیت پول از بین ببره؟ نگرانی جهان هم شاید مبنی بر این باشه که پس از 16 و یا هم 17 سال حضورشان در افغانستان هنوز هم جزایر قدرت و پیمانه قوی است که به حکومت مرکزی پاسخگو نیست. اما بازم گفتم میخواین حلش کنین، چرا در چارچوب قانون، در چارچوب توافقنامه چرا حلش نمیکنین؟ چرا در چارچوب رضایت مردم حلش نمیکنین؟ چرا در چارچوب تفاهم یک دیالوگ حلش نمیکنین؟ چرا شما در واقع خودتان قانونی بسازین، جایگاه حقوقتان رو پیدا کنین، بعد از فرمان بتید حلش نه، چرا نمیکنین؟ چرا مشکل خودت در داخل در مرکز ابتدا حل نمیکنین؟ دیگه بسیار مسائل است که با در قسمتی حکومت گفته شود. اینقدر اینا مشکلات دارن و اینقدر با مردم مشکلات خلق کردن. ما همواره گفتیم که از مشکلات کلان افغانستان یعنی مانع صد راه ثبات و توسعه در کشور خود حکومت و امی رهبری است. شما ببینید امی سیاست تبعیض شد، قانونگرایی شد، تعصب شد، انحصار شد. شما ببینید که ثروت دولت میخواد در انحصار خود داشته باشه، شما وابستگی شد ببینید، شما در واقع این ذلیل یعنی از هر بوری که شما بگیرید در واقع این حکومت لیاقت رهبری این کشور نداره و این رهبری شایسته از این نیست که در اینجا بیاین. خب آنچه شما آگاهی دارین که این بحران تا چه زمان ادامه پیدا خواهد کرد؟ من فکر میکنم که این بحران بازم گفتم اونا گفتن که بیاین که ما شما یک مذاکره کنیم، هیئت مذاکره شان رفته و گفتن که توافقنامه سیاسی که در بین ماها و کل جمعی طرف است و باید چه شد تطبیق شود، یعنی یک کپ قانونی است و او توافقنامه هم تضمین بین‌المللی داره هم تضمین داخل افغانستان این حل شود. اما اگه اینا نمیکنن، حکومت اراده نداره که مشکل حل کنه، مطمئن که مشکل کلانتر میشه. وقتی کلانتر شود در قدم دوم مردم افغانستان، یعنی از دید شما هم آقای عبدالله را به عنوان طرف توافقنامه نمیشناسین؟ چرا نمیشناسیم؟ خب اگر میشناسین آقای عبدالله توافقنامه که رضایت داره، توافقنامه مال یک شخص نیست،
که یک نفر تیکه‌دار یک تلفن‌نامه باشه. این مال یک ملت است، مال میلیون‌ها انسان است، مال کسایی است حقدار هستند. بله، اگر دکتر صاحب عبدالله میتونست که تلفن‌نامه را به نمایندگی از ملت در روز عملی میساق، مشکل وجود نداشت. وقتی که اشرف غنی نخواست، وقتی دکتر صاحب عبدالله نکرد، پس این مال یک ملت است. چرا بگیره و گل میگیرین؟ چرا باید نمیتونه به مردم؟ به خاطر چی؟ حق شما که نیست. شما نمیتونه از حق مردم با در واقع احسان کنید برگا. این حق قانونی و حق مشروع مردم است. باید داده شود اینجا. آقای مسعود، در مسئله رویدادهای اخیر تروریستی که در کابل و در ولایت افغانستان صورت گرفته، شما می‌بینید که برخی ولایت رو به سقوط است، کابل هم شدیداً تحت عملات تروریستی قرار دارد. فکر می‌کنید که این رویدادها ناشی از چی است و مجموع ضعف نظام در برابر دشمن؟ ولی ضعف نظام، من فکر می‌کنم دشمن قوی نیست. من فکر می‌کنم هم قسم شما گفتین که در واقع ضعف نظام، ضعف حکومت است. دیگه هیچ شک نکنید شما. یعنی در واقع ما یک دشمن داریم، چیز به نام طالب، چیز به نام داعش، مردم افغانستان. من فکر می‌کنم که بیشتر امی داعش تا بیشتر جنبه‌های زیاد تبلیغاتی داره، مسائل انتحاری داره، جنبه‌های رسانه‌ای داره، جنبه‌هایی داره که در واقع در چارچوب این چیزای مهمانخانه کابل و در چنال استخباراتی گت هستن. یعنی بهتر، یعنی بیشتر این رقم مسائل دارن، نه اینکه اینا یک قوت بسیار کلان باشن بخوان که مردم افغانستان چالش بکنن و کشور به تباهی ببرن، نظام سقوط به اوتو نیست، فقط ضعف حکومت هست و حکومت. اما فکر نمیکنید که حکومت هم در جایهای کارای نیک انجام میده؟ مثلا شما پس از عملات اخیر کابل شما میبینین که رئیس امنیت ملی و وزیر داخله با یک جمع از اسنادی که در مورد عملات اخیر جمع‌آوری شده با پاکستان سفر کردن تا با اداره پاکستان رو تحویل بدن و مستندسازی بکنن. ببینین، من یک چیز خدمت شما دارم. شما میگین که کارای نیک، من خدمت شما میگم زمانی که یک واقعه صورت میگیره، در واقع مردم از بین میرن، کشته میشن، بعد از او سکتور امنیتی حکومت میگه که ما تشخیص دادیم که کی بود و چی میکردن. بابا تو چرا قبلا کار که نیست که برای تشخیص او کلی میفهمه که تو شد. شما باید ابتدا قبلا باید تشخیص میدارید. خب افغانستان قربانی تروریسم است. در اصل قابل قبول است، اما اقدام حکومت مثلا فشار بر پاکستان بیان که ما فشار بسیار سریع و اقدام اخیر حکومت کرد. بسیار خوب. شما در سه سال و نیم این حکومتی که آقای اشرف غنی احمد زاده دارن، ابتدا رفتن به پاکستان، یک سال مکمل مردم افغانستان امیدوار ساختن پاکستان صلح می کنه، در یک سال مردم افغانستان قربانی داد، بعد از رفتن به هندوستان، بعد از این دوست ماست و دشمن ماست، بعد از اون مردم افغانستان در واقع چی کرد؟ قربانی داد به خاطر اینکه پاکستان دشمنی خودش شهید تر ساخت. امروز دوباره یک کار دیگه میکنه. افغانستان در واقع قربانی سیاست های ناموزون ناهماهنگ حکومت موجود شده، هم در بود خارجی هم در بود امنیتی. به اون نسبت امروز که میرن به پاکستان و میخوان که عرایض خود پیش کنن، من سوال دارم ازشون، شما چرا ابتدا مشکلات درون دم دستگاه خود حل نمی کنین؟ شما چرا میگذارین که بعض عناصری که بنام ستون و پنجم و چهارم و دوم مثلا اینا به اونجا باشن؟ شما چرا این مسئله را به دنیا نمیتین که برای مشوره امنیت بلند به دنیا بتین؟ خب حکومت میگه که در دنیا به دنیا هم داده شده. شما گفتین به پاکستان رفتن، چرا این اسناد را در مطبوعات نمیرن به دنیا بتین که این اسنادی که ما داریم که پاکستان در این قسمت دقیق است؟ شما برین در واقع، یعنی اقدام حکومت افغانستان هم شما اقدام کارانه میبینید؟ به خاطر که نتیجه این مسائل بسیار کردن اینا نتیجه نمیده. اما در اوج فشار بر پاکستان شما میبینین که اداره دونالد ترامپ، شخص دونالد ترامپ اعلان میکنه که ما دیگر با طالبان مذاکره نمیکنیم، طالبان از آدرس جنگ شکست میدیم. فکر نمیکنید که اقدام حکومت افغانستان میتونه که کارا باشه؟ همین گفتم که آقای دونالد ترامپ همین گپ زده. شما ببینید که فقط چند روز قبل همین حکومت با همین دم و دستگاهش، همین رهبری، اینا در واقع میگفتن که فقط یگانه راه است که با طالبان بشینه مذاکره کنه. مهمانخانه آماده ساختن، میلیون ها دلار سرمایه افغانستان هم مصرف کردن. اینا در واقع یک سیاست دلویی با طالبان با تروریست‌ها داشتن، تمام گپارن. اما با یک باری که آقای دونالد ترامپ متوجه میشه که این یک فاجعه کلان شد و متوجه میشه که چه خبر است، با توییتر خود نشته میکنه ما با طالبان مذاکره نمیکنیم در میدان جنگ. وقتی که آقای دونالد ترامپ تصمیم این رقم میگیره، با یک باری حکومت افغانستان به صد میشه میگه ما والا شما را به میدان جنگ میکنیم. بابا تو مگر حکومت افغانستان چند روز قبل چرا نگفتی گپارم؟ چند روز قبل این برادرایت بودن،
چند روز قبل نگفتی که چرا یک توازن برقرار نمیشه؟ چند روز قبل اینا رو از بندیخانه خب چند روز قبل هم میگفتن که ما تمامی گزینه ها رو برای مخالفین مسلح باز میمانیم، از راه جنگ جنگ میکنیم و دروازه صلح هم باز است. ببین من نمیگم که این گپ یعنی خود این شعار غلط است، این شعار درست است، اما عملکرد حکومت وارونه است غلط است. این حکومت قطعا صادق نیست با مردم، والا که حتی این فاجعه‌ای که شما در کابل می در ولایت افغانستان این حکومت با وجود ازم ظاهرا این گپا رو میگن اما صادق نیستن. من میدانم که اینا صادق نیستن، کار از اینا صادقانه نیست، به اون خاطر مورد اعتماد مردم نیست. من حرف نیست. شما میگین در مورد برخورد با پاکستان هم صادق نیست؟ نه، در مورد پاکستان باید یک سیاست ببین. وقتی که شما میخواین که در قسمت طالب های دشمنای افغانستان چکنین، ابتدای گپ همیست که در واقع یک خط سرخ بکشین، یک تعریف روشن از دشمن دوست باید بتین. نگوین که نسبت طالب ها دوست هست، نسبت طالب ها دشمن هست، مردم افغانستان گیج بسازین. ابتدا به جامعه جهانی شما در واقع گیج نسازین و به جامعه جهانی بگوین که ولی طالب ها یک قسمت خوب هست، یک قسمت خراب. اینا همی کار کردن در مدت تقریبا 16-17 سال همی کار شد، به مو خاطر مردم افغانستان قربانی دارن. به یک باری که آقای ترامپ که یک نفر قاطع است و دید که تو یک فاجعه است، یک باری گفت که ما مذاکره نمی کنم، بعد به تاثیر از دستور از او این رهبرای افغانی هم شروع کردن که ما ایش نمی کنم. شما در مورد تزلزل در دیدگاه حکومت افغانستان در مسئله طالبان اشاره کردین، اما می خواهیم بگوییم که لغو مذاکرات با طالبان از سوی آمریکا چقدر می تواند که بر روحیه جنگ و بر حرکات طالبان تاثیر داشته باشه؟ من یک چیز خدمت شما، اگر به می ترتیب این جدی باشه، مسئله جدی باشه، من چیزی رو براتون میگم که در قسمت فرونشاندن طالبان، شکست طالبان قطعا یک نقش اساسی داره. ببینید مسئله از قرار است که به یک بارگی یک کشور کلان، کسی که در واقع کمک میکنه به افغانستان و اینا، به یک بارگی دور میخوره که باید در مقابل طالبان صادق شود. این خودش مطمئنه که روحیه یک کشور مثل افغانستان رو بالا میبره، روحیه مردم بالا میبره. در مقابل طالب نه تنها نیروهای امنیتی مردم استاد میشن و متوجه میشن که اینا تصمیم خود گرفت در اینجا کلام خدا و نیرنگ در کار نیست و متوجه میشن که حکومت افغانستان از حربه تروریسم، از حربه طالب به خاطر امو سیاستای خود استفاده کرده نمیتونه، به خاطر که آمریکا استاد شده و او خاطر روحی نیروی امنیتی را بلند میبره، روحی مردم هم بلند میبره. شما خوشبین هستین؟ من در قسمت هزی که در مقابل استاد شده خوشبین هستم. خب در اینجا به این موافق نیستین که این همین فضایی که شکل گرفته در نتیجه اقدامات حکومت افغانستان و لابی حکومت افغانستان است؟ در دیدگاه ایالات متحده آمریکا من فکر نمی کنم، به خاطر اینکه حکومت افغانستان طرفدار این مسئله نبوده. حکومت افغانستان فکر کنید تا زمانی که آقای ترامپ نگفته بود، اینا یک جمله یک کلمه هم در قسمت دشمنی مستقیم با طالبان اینا حرف نزده بودن. بله، و نه تنها که نظر بودن، در واقع از خود طالبان شما شاهد هستین در مصاحبه مختلف. اما امیر عبدالله و امیر احمدی بارها طالب باغی گفتن، طالب تروریست گفتن و دشمن هم خطاب کردن آقای مسعود. من نمیگم که یک طرف گفتن که دشمن باغی یاغی، با یک بار آقای اشرف غنی میگه ما در میدان جنگ میخوایم با شما مصاف بدیم، میلیون ها دارن مصرف کردن در شورای عالی صلح و شورای عالی صلح هم هر سکشن بانه مسئله این قرار است. ببینن ما از پیشتر گفتم که اینی به حکومت رهبری ما با قابلیت اعتماد ایجاد کنه، صادق با مردم باشه. این حکومت میدانه که در واقع تا وقتی که امکان بود مردم میگفتن که اگر ما نباشیم و جای ما طالب میاد، یعنی مردم میترسونن، تهدید میکنن از طریق طالب و داعش یکپا اگر ما نباشیم. مردم بیچاره و اون طرف دیگه میگفتن که طرفدار آمریکا یا جامعه جهانی طرفدار صلح با مذاکره با طالب هستن. آره که به یک بارگی به یک جمله که آقای ترامپ گفته به یک بارگی اینا تغییر کردن، گفتن که ما در میدان جنگ شما را میبینیم، باز در روی فیصله میکنیم چی میشه. من نمیگم که اینا یاغی نگفتن باقی نگفتن به خاطر افکار ما میگه پا، اما وقتی که فشارها زیاد میشه، حکومت به فروپاشی میرسه، وقتی که دنیا تصمیم خودش میگیره، وقتی که آمریکا میگه، به یک بارگی اینا تغییر میکنن. در بعد سیاسی و امنیتی به عنوان پرسش آخر و جنبندی از شما میپرسم که راه حل و بیرون رفت از وضعیت موجود چی است؟ ببینید ما دو تا گپ داریم. یک، راه حلی که حکومت بخواد که کار باک بکنه همون چارچوب توافقنامه سیاسی است، باید کار عملی بسازه تا بتونه که یک حکومت مشروع بیاد و این حکومت مشروع بتونه که زمینه سازی انتخابات شفاف و عادلانه بکنه. این البته در خود حکومت یا اراده میکنن یا نمیکنن دقیق نمیدونم که میکنن، اما تا جایی که من حکومت میدانم از هر طرف فند استفاده میکنه تا بتونه که موضع خوره، یعنی حفظ قدرت کنه، خصوصا رهبری حکومت. به او خاطر راه حل دومی همیست که اگر حکومت بهمی تمکین نکنه در چارچوب قانون مسائل در روشنی قانون اینا عملی نسازن، راه حل دومی همیست که توافق نیروهای سیاسی در چارچوب یک برنامه ملی کلان تا بتونه گزینه دوم به جای حکومت اینا پیشنهاد کنند.
سپاسگزارم آقای مسعود از حضورتان در برنامه اوج امشب. بخیر باشید و از شما هم تشکر می‌کنم عزیز. تا برنامه بعد خدا نگهدار.